قطره باشد هر که را دریا بود، هر چه جز دریا بود سودا بود. چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند با یک ذره باز؟ هر که کل شد جزو را با او چه کار؟ وان که جان شد عضو را با او چه کار؟ به نام خدا. با عرض ادب و احترام به محضر باشکوه ملت غیور ایران، سلام و نثار دعای خیر دارم خدمت همراهان گرامی مجموعه عرفان کیانی حلقه و همه علاقمندان این مکتب معرفت پژوه. امروز ششم مارچ 2023 مصادف با 15 اسفند 1401 ساعت 12:32 دقیقه به وقت تورنتو، من محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان کیانی حلقه و سازمان صلح طاهری، در این برنامه زنده ضمن محکوم کردن وقایع زنجیره‌ای تروریستی ایجاد مسمومیت برای دانش آموزان دختر در سطح مدارس و خوابگاه‌های دخترانه ایران و ابراز تأسف از وقوع چنین حوادث بی‌رحمانه ای، جهت ادای پاره توضیحات در پیرامون موضوعات روز مجموعه در خدمت هستم. امروز مصادف است با سومین سالگرد ورود من به کانادا. 3 سال قبل در 5 مارس، یعنی در واقع دیروز، من در ساعت هلوهوش 14:30 وارد مونترال شدم و بعد از اون هلوهوش ساعت 9 شب با پرواز AC-425 وارد تورنتو شدم. در اینجا باز هم به رسم هر ساله فرصت رو مغتنم میشمارم تا از همه کسانی که در خلال نزدیک به 1 دهه حبس و درگیری من با سیستم امنیتی ایران، تلاش های بسیار زیادی برای اعتراض به اقدامات غیرقانونی علیه من به خرج دادن، همه آزاداندیشان و ظلم ستیزان، خانواده چه در داخل و چه در خارج از کشور، همه کسانی که به هر نحو و به هر طریقی در گوشه و کنار دنیا محافل حقوق بشری، عفو بین الملل، کمیسیون آزادی ادیان آمریکا، پارلمان‌های اروپا و سایر کشورها، جناب آقای بانکیمون و گوترش دبیر کل‌های محترم سازمان ملل متحد و همه گزارشگران عزیز و ارجمند کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین مقامات محترم کانادا و بسیاری از خبرنگاران و خبرگزاری‌های مختلف و تشکل‌های گوناگون، و دیگه مسلماً اینجا خیلی ها از قلم می افتن، ولی به طور کلی از همگی صمیمانه ترین تشکر قلبی خودم رو تقدیم حضورشون می کنم و مراتب قدردانیم رو خدمت یکایک اونها ابراز می دم. موضوع امروز پیرامون سیاست هست و رابطه عرفان با سیاست، یا بهتر بگم که رابطه عرفان حلقه با سیاست هست.
توضیح بدم که علت این بحث اینه که خیلی از افراد تصوراتی دارند از عرفان که بیشتر منطبق با عرفان کلاسیک است. عرفان کلاسیک ایران شامل بخش نظری عرفان هست و شامل ادبیات عرفانی که خب به طور عمده در قالب اشعار ارائه شده و البته در این اشعار توصیه به درستی و اعمال و رفتار خیر و خوب با مردم شده و در دیرباز این جز لاینفک این بوده که مردم داری و رابطه با مردم منتها خب مقوله عرفان مقوله و چارچوب خاصی است که مبتنی بر شهودات مبتنی بر جرقه های ذهنی است و تصور همه از عرفان مخصوصا ایران این است که گوشه‌گیری و انزوا و به نوعی سر رو در گریبان خود فرو بردن و در یک گوشه افتادن و ذکر کردن و حالا مراقبه کردن و از این جور مسائل هست. و خب آنچه رو هم که از عرفان ایرانی ارائه شده همونطور که عرض کردم موضوع عرفان نظری است و ما چیزی به عنوان عرفان عملی از گذشته به اون صورت عمومی و پابلیک نداریم و آنچه که مونده عمدتاً به صورت ادبیات عرفانی است و اشعاری که افراد میخونند. خب بنابراین انتظار و تصور خاصی که هست اینه که اصلا مقوله عرفان ربطی به سیاست نداره. خب من در بعد از آزادیم از همین 3-4 سال قبل شروع کردم به مطالبی رو در رابطه با نظام و در رابطه با اینکه اقدامات غیرقانونی و ظلم و ستم و اینها رو ارائه دادم. بعضیا تصورشون این بود که این صرفا در رابطه با اینی که من یکی از قربانیان نقض حقوق بشر هستم و اینکه قریب یک دهه عمر من در رابطه با این مسئله هدر رفت و در حالا بازداشتگاه امنیتی و غیره من متحمل مصائب و مشکلات زیادی شدم که از بازگو کردن خیلی از اونها جلوگیری کردم خودم از این نظر که تصور نکنن که اینجا میخوام نقشی قهرمان بازی بکنم. البته 4 جلد کتابی که صرفاً اشکالات قانونی و شکایاتی رو که مخصوصا جلد 4 دفاعیات من در رابطه با نقض حقوق بشر در اون سیستم رو من در همون زمانی که زندان بودم اینها رو تحت عنوان شکایاتی که به کمیسیون اصل 90 مجلس و غیره دادم و از اونجا به طرز عجیب غریبی بیرون اومده و از داخل از در همون زمان ها از خود دادگاه و از خود سیستم های امنیتی اونجا بیرون اومده. حالا یکی از چیزانی که اینا چجوری فرزن بیرون اومده اونا شده که من نمیدونم، چون در همون زمان همه شاهدن که اینها بیرون اومده و خب حالا اینها برای من یه چیزایی رو هم نشون میده که اون سیستم هم برای خودش کسانی رو داره که از این کارها بکنن و این برای من ثابت شده است. ولی
خیلی بازش نمیکنه. خب اما من مثلا یک سال و نیم گذشته در تاریخ 29 سپتامبر 2021 مصادف با چهارشنبه 7 مهر 1400 مطلبی رو عنوان کردم که ایران الان آماده جنبشه و درخواست کردم که مردم اگه میخواید الان وقتشه و اصولی رو هم از مانیفست رنسانس ایران آزاد عنوان کردم و مطرح کردم که با این موضوع شروع بشه که حکومت انسان بر انسان باطل است. یکی دو اینی که مملکت در واقع مثل یه شرکت سهامی عام میمونه که خب در شرایط حاضر 85 میلیون عضو داره و میتونه یه هیئت مدیره بیاد و این شرکت سهامی عام رو بچرخونه و این هیئت مدیره میتونه رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و سخنگوی هیئت مدیره داشته باشه و بالا محاسن و مزایای بسیار زیادی داره که اگه تونستم اینجا، اگه نتونستم در آیین‌نامه‌های اجرایی همه رو خدمت عزیزان توضیح میدم و پیشنهاد دادم که به این صورت و ما باید بر روی یک حرکت مردم باید بر روی یک نردبانی باشه و این نردبان نشون بده که مردم رشد فکری کردن، رشد سیاسی داشتن و حالا اومدن و به دلایلی که توضیح میدم یه فکر و اندیشه دیگری را آوردن تو کار به دلیل اینکه میخوان و باید حاکم بر سرنوشت خودشون باشن که توضیح میدم خدمتتون. اما به محض اینکه بنده این مطالب رو به صورت مقدماتی ارائه دادم، بلافاصله سیل حملات و فحاشی‌ها و تهدیدها و غیره به سمت من و مکتب عرفان کیانی حلقه و سازمان صلح طاهری و اینها سرازیر شد که بعضن همه شاهدن از اون تاریخ به بعد کلاپاوسا و برنامه‌های بسیار زیادی در جهت تخریب من و عرفان کیانی حلقه چیده شد و گذاشته شد و که خیلی مفصل این قضیه تحت عنوان یک کاری که بازداری بکنه و از ادامه این موضوع جلوگیری بکنه آغاز شد. حالا علت چیه؟ اصلا من قبل از اینکه اصلا وارد بشم و رابطه عرفان و سیاست و رابطه عرفان و قانون و نمیدونم هنر و ورزش و عرض کنم خدمتتون فلسفه و مدیریت و اخلاق و حکمت و که همون بینشاست کتاب هم که دادیم و عرض کنم خدمتتون ادبیات و که همین اخیراً مقاله در رابطه با فلسفه زبان، ادبیات و زبان و نمیدونم ذهن و روانشناسی و علم و اینها رابطه هاش رو باید با هم دیگه باز بکنیم. کتاب مدیریت کلنگر رو چند دهه قبل شما ها مطالعه کردید. خب و مدیریت در اصل رابطه انسان با انسانه و اگه یادتون باشه گفتیم بالاترین هنر ارتباط انسان با انسانه، رویاروی انسان با انسان هست و با توضیحات مفصلی که خدمت داریم. اما چرا حالا اگر دموکراسی هست و که خیلی بل اجبار به اون رو به عنوان یک شعار مطرح میکنند و اینها، اما چرا بعد از اینی که یه ایده مطرح بشه باید باعث فحاشی و تهدید و اینها بشه؟ موضوع سر اینجاست که ما سیاست مدار و سیاست رو به دو دسته، به دو گروه متعلق بدونیم. سیاست رو یکی افراد معمولی و غیره و همه مثلا بندم سیاست باید یعنی واجب و لازم هست. هر نفری، هر کسی، هر انسانی باید
در اداره امور مملکتش مداخله داشته باشه و شرکت بکنه، نقش داشته باشه تا بهترین نتیجه گرفته بشه. پس این یه امر واجب و ضروری است که همه لازمه که وارد سیاست باشن. اگر هم اطلاعات ندارن، لازمه که این اطلاعات رو حتما کسب بکنن. و این عیبه اگر کسی بگه من از سیاست چیزی سر در نمیارم، خودش یه اشکاله. حالا لازم نیست به صورت تخصصی، ولی حداقل بایستی بدونه که در مملکت چی میگذره، پولا کجا میره، درآمد چی میشه، درآمد سرانه و غیره. همونطور که البته در این چند هم مردم ایران بسیار در این مورد هوشیار بودند و در مقابل حیف و میل ثروت ملی، غارت ثروت ملی و همه اینها واکنش نشون دادن و همواره هم باید اینطور باشه. خب پس یکی سیاست مداری عمومی و پابلیکه که همه باید در این بدونن. اگر ندونن سرشون کلا میره و ثروتشون به غارت میره و گذشته از اینی که ثروت به غارت میره، برای اینکه صدای کسی هم در نیاد، در حالا حال حاضر، در آینده کسی نگه چی شد، پولا کجا رفت، ثروت کجا رفت، چرا اوضاع اینجوریه، چرا ما مناطق محروم داریم، چرا در دو نظام گذشته ما مناطق محروم همجوری مونده و مناطق محروم داریم، برای چی؟ خیلی خوب، پس برای اینه که این اتفاقا نیفته، سیستم های امنیتی تشکیل میشه که بتونه هر کس صداش در اومد یه برچسب بهش بزنه، برچسب خرابکار، برچسب نمیدونم اختشاشگر، برچسب نمیدونم محارب، نمیدونم همین چیزهای مختلف رو بچسبونه و بتونه جلوگیری بکنه از صدای مردم، اینکه مردم بخوان اعتراض بکنن. پس موضوع اصلی اون غارته. اگر کسی صداش در نیاد، اصلا سیستم امنیتی هم لازم نیست، بخورن ببرن، بپاشن بریزن. همونطور که در طول تاریخ، همواره تاریخ خود ما رو ببینید، هیچ موقع سر و سامانی نداشته، هیچ موقع، همواره از اون دورانش با شکوهش طبقات کارگر و کشاورز و طبقه چی و طبقه روحانی و طبقه غیره و فلان موبدان و همیشه همین بساط بوده و مردم مستضعف، مردم گرسنه، همیشه گرسنه بودن، فرقی نکرده. ما از دوران امپراتوری و دوران قدر قدرتیمون که نصف دنیا مال ما بوده، بدبختیش مال مردم بوده، تا الان جنگ و جدالش هم مال طبقه سه بوده، طبقه البته طبقات خیلی پایین تر در اون زمان، جنگ و بدبختیش و اینا همه مال اونها، طبقات دیگه از جنگ معاف بودن، از چیز بودن غیره. حالا بنابراین تمام این روابط رو ما بایستی بدونیم و بیاریم توی کار و افراد بدونن. اما سیاستمداران حرفه‌ای مطلق، از مطلق درش بیاریم به صورت نسبی میگیم، چون میدونید نسبیت حاکمه، ولی به طور عمده سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که میگه اون پاشه من بشیرم جاش، نه اینه که من خادم مردمم، خادم ملتم. البته اولش همه گردن ها کج هست، همه گردن ها کجه، ما تشنگان خدمتیم، نه شیفتگان قدرت، تلان گردن ها خمه. خب و بعد تا زمانی که خرشون از پل بگذره و قدرت برسن، قدرت که رسیدن دیگه کسی حالشون نیست، بلافاصله تشکیل گارد میدن، بلافاصله تشکیل
نیروهای امنیتی و سازمانهای امنیتی و غیره و برای بقای خودشون تمام چیزا رو میچینن که یک سیستم خفقان، یک سیستمی که همه جا بگی بترسی یک کلمه حرف بزنی. خب پس تا اونجا مردم بجنبید تا من خدایی کنم، کمی حمدالله شوید تا من بهتر مردم سواری کنم. ملت اینجا خوبه، ملت بجنبید خواشید برید خیابون ال کنید بل کنید. چرا؟ برای اینکه من بیام. خب شما کشته بدید، شما تلفات بدید، شما برید زندان، شما شکنجه ببینید، شما چیکار کنید که چی بشه؟ که من بیام که چی؟ بعدش همون تکرار مکررات تاریخ به احتمال 99.9% اگر اون 0.1% درست در بیاد. حالا ببینیم یک کسی اومد مثل مصدق، مرحوم دکتر مصدق یک کاری کرد و اینها و بعد مگر اینجور بشه. حالا ادامه هم پیدا نکرد و مرحوم اجازه ندادن، وگرنه نمیدونستیم اونم حالا چطوری میشه. خب پس ما نداریم یا کم داریم سیاست مدار حرفه‌ای که بگه من خادم ملتم، وایسه نه کنار مردم، حتی پشت سر مردم و بگه من در خدمتم، هرچی شما بگو من برم، من چه کاری دست من برمیام من انجام بدم. نه اینکه من این چیزها در واقع برای به نوا رسیدن منه و همه این فعالیت ها برای این باشه که من به نان و نوایی برسم، من به قدرتی برسم. ما نداریم. من بعد از آزادی و بعد از اومدن به خارج از هیچ گروه اپوزیسیونی هیچ مانیفستی ندیدم، هیچ جا ندیدم که برنامه‌ای ریخته شده باشه که خواسته باشن بگن ما در خدمتیم. صحبت سر اینه که یکی پاشه یکی بشینه سر جاش. این مشکل ملت ما رو حل نمی‌کنه و دوباره تکرار مکررات. برای مثال یه رئیس جمهور میاد، دوباره اعضای هیئت مدیره رو میاره، خیلی خوب تمام، اونجا قبضه تمام. این خط، این نشون. یه پارلمان میاد، یه تشکیلات میاد، اونا همه با هم میان، دوباره همون خط، اینه اون دوباره همون آش و همون کاسه، دوباره همون موضوع. این خط، این نشون. دوباره همون مسئله، دوباره از روز از نو، روزی از نو، گارد جمهوری، گارد شاهنشاهی، گارد چی؟ گارد فلان. خب گارد داره چی؟ اگه یه هیئت مدیره باشه، یه هیئت مدیره که مثلا 7 عضو داره، خب اگه یه جایی میخواد تأسیس بشه سخنگوی هیئت مدیره میره اونجا چیز، اگه میخواد سخنرانی میشه سخنگو میره سخنرانی میکنه. اگه از چیز یه همچین هیئت گارد میخواد چیکار کنه؟ یه همچین گروهی محافظای آنچنان میخوان چیکار کنن؟ هزینه های آنچنان میخوان چیکار کنن؟ تشریفات آنچنانی میخوان چیکار کنن؟ خب خیلی معلوم واضحه دیگه. این تشریفات و این تجملات باعث شده شما برید در سیستان، بلوچستان، ببینید مردم هنوز در خیلی جا آب خوردن ندارن. برید به من فیلماش هست، استنادات هست، من هر چی بگم استناد ارائه میدم. هر کس گفت چیزی من بلافاصله استناداتو میذارم
روی فضای مجازی. مثلا الان نمیگذارم ببینم که اگه نگفتین یعنی قبوله. اگه گفتید من استناد میذارم. تمام استناداتو اینجا میذاریم روی همین حالا سازمان سوله تاریخ یه جای میذارم. مثلا گلگی نکن. خب همین الان توی کپر زندگی میکنن. نه مال این نظام باشه. در دو نظام گذشته وقتی میگیم مناطق محروم یعنی اون مناطق محروم باعث شدن ما گیر اینها بیفتیم. اگه اونها نبودن ما گیر اینها هم نمیافتادیم. اگه ما گیر اینها افتادیم به دلیل این بوده که قبلا اتفاقات ناگواری افتاده. مسببین اصلی جای دیگه ای هستن. همین الان هم اونا همه جوری بودن. نه اینکه اول انقلاب خوب بودن و بعدن اونها این موقعیت رو دست دادن. تازه به واسطه جنگ و اینها خیلی جام راه کشیده شد. خیلی جام اتفاقاتی افتاد. برق رفت. به خاطر مسائل جنگ و اینکه از این به هر حال جهاد و غیره و دیگه نیروهای مردمی یه کارایی کردن. خب پس از این که ما بیایم بگیم حکومت انسان بر انسان باطل است هیچ کسی خوشش نمیاد. یعنی هیچ کسی از کیا؟ از کسانی که سیاست مدار حرفه‌ای هستند. چون سودای قدرت و استیلا و برتری جویی و انحصار طلبی و اینها در نفس کار سیاست مداری حرفه‌ای خوابیده و ملت در واقع در خیلی مواقع بازیچه است. کما اینکه در سال 57 هم که اتفاقاتی افتاد که همه مستنده، همه فیلم ها هست، همه چی موجوده و جمعیتی از مردم که بیرون بودن که دیگه هم نخواهیم دید. همین الان اون زمان حدود 30 میلیون جمعیت بوده، الان 85 میلیون جمعیته. الان ما نمیتونیم اون جمعیت رو ببینیم. امیدوارم که ببینیم. و اینی که این مسائل و موضوعات و ریشش و همه اینها اینه که در اون زمان هم سر ملت کلا گذاشته شد و یه چیز دیگه گفته شد، بعد یه مسئله دیگه رو پیاده شد. یعنی در واقع حکومت اسلامی رو رو دست مردم گذاشتن و ظاهرش اومدن جمهوری اسلامی گذاشتن. همین الان هم هنوز خیلی این موضوع رو اصلا نمیتونن و یعنی الان جمهوری هم بره کنار باز اتفاق نمیفته. خب پس ملت قرار همیشه سرش کلا بره. با این حساب ملت قرار همیشه سرش کلا بره. ملت همیشه بازیچه هست. تلفات چه باید بده ولی موقع بهره برداری کسای دیگه ای برن بر مسند قدرت بشینن و حالا عشق و کیف بکنن به خیال خودشون. ولی خب ما میبینیم که آخر عاقبت سیاست مداران حرفه‌ای رو هم میبینیم. اون صدام رو هم دیدیم، قذافی رو هم دیدیم، در جای دیگه دیدیم. این دیگه تاریخ اینا رو دیگه داره.
و این بازی خطرناک رو ملت سواری آخر عاقبت نداره، مردم سواری آخر عاقبت نداره، تاریخ پر از اینه. منتها انسان عبرت بگیر عبرت نمیگیره و باز هم صدای قدرت و ملت سواری. خب تزار روسیه کوچی دیگه از همه قدرتمداران، تاریخ امپراتوری زیاد به خودش دیده، تقریبا همه ملت ها امپراتوری رو تجربه کردن، از مصر و ایران و نمیدونم قسطنطنیه، ژاپن، چین، از کنم خدمتتون، حالا همه جاهایی که هستن و بودن و این مسائل رو تجربه کردن و دیکتاتورهای بسیار زیاد در طول تاریخ چی شده، آخر عاقبت کجا، هیچ قانون برای خودش تاریخی داره، تاریخ در به اصطلاح آنچه که تجربه شده و آنچه که دیده شده قانونمنده و در این قانونمندی به کسی مجال و مهلت یه حدی بیشتر داده نمیشه. حالا هر چقدر هم کم و زیاد و طولانی و این ور و مر باشه، باز هم کسی ازش قصر در نمیره. منتها افراد عبرت نمیگیرن، باز هم این صدای قدرت در سر خیلی ها هست که بیان و سوار بشن. اما هر کس که به شعور مردم توهین کنه، خب به هر نحوی پایین کشیده میشه و این نیاز به چیز نداره، خیلی واضح و آشکاره و با مختصر این نگاه منصفانه و نگاه بی‌طرفانه میتونیم این رو از دل تاریخ بیرون بیاریم. به هر حال بلافاصله بعد از این موضوعی که من مطرح کردم، اون قسمتی که گفتم ایران آماده است برای جنبش، اون قسمتش خوب بود، برای قسمت بعدش خب حملات و ترور شخصیتی در کلاب هاوس ها و غیره و اینا آغاز شد و بدون اینکه بالا خیلی ها به این موضوع اشاره بکنن، تخریب عرفان حلقه، تخریب منو آغاز کردن. یه دم اومدن گفتن که به اصطلاح اصلا عرفان به سیاست چه مربوطه، اصلا یک کسایی که اصلا ایشون چه سابقه سیاسی داره که مانیفست بده. خب حالا بگذاریم از این مسائل، ولی ارائه فکر، خب مانیفست رو همه میتونن بدن، مانیفست یا اعلامیه رنسانس که به معنای حیات مجدد، بازبینی مجدد و تجدید نظر مجدد در اداره امور مختلف هست، این دیگه نیازی نداره. ما متخصص رنسانس که نداریم که یه دانشگاه اومده باشه بیرون متخصص امور رنسانس باشه. رنسانس بحث ابتکار عمله، بحث این هست که انسان‌ها خودشون بشینن برای خودشون راه و چاره پیدا بکنن، انسان ها برای خودشون بتونن یه فکری بکنن که اوضاعشون بهتر از قبل باشه و این نیاز به تخصص خاصی نداره. خب و من موضوع مانیفست رنسانس ایران آزاد رو هم یک باره ندادم، بلکه اومدم یه تیت دادم، امیدم این بود که گروه ها، اشخاص، افراد بیان دنبالش رو
بگیرن بپرم وسط و من اینجا تا این وسط تنها نمونم، تنها نباشم، بلکه در واقع بیان بگیم که این رنسانس رو به اصطلاح درست من یه استارتی زدم، ولی در واقع ببینید این فکر جمعیه و اینجا اونجا اینجا اینا همه اومدن مشارکت کردن. اما دریق از ببینید من بند بند دادم اینو و ماهای متمادی و دریق از اینی که حتی یک مورد کسی جای ارائه داده باشه، فقط بعد از اینی که ما گفتیم حالا مثلا برای نمونه اینی که حقوق بشر مبنای قانون اساسی باشه، خب دیگه بالاخره موضوعی که حقوق بشر یه جوری دیگه کف خواسته های مردم قرن 21 باید باشه. خب یعنی دیگه اگر ما از حقوق بشر بیایم پایین‌تر، یعنی ارتجاعی برگشتیم به قرون وسطا. انسان امروز باید نشون بده که انسان امروزه چه تغییر و تفاوتی کرده با یه قرن قبل، باید نشون بده که یک رشدی کرده و یکی از رشدها اینه که بیاد بگه من دیگه برده سیاسی نیستم. حالا برده داریم مدرن که حالا برده داریم که چند دهه قبل ما صحبت کردیم، این صحبت امروز نبوده، شما میتونید صحبت چند دهه قبل بوده که ما همچین اوضاعی داریم، الان هم خیلی بغل گوشمونه. ولی بردهداری سیاسی رو که کیه که اصول اولیه انسانی رو بدونه و بیاد بگه که من طالب بردگی سیاسی انسانها هستم، یعنی مردم برن زیر یوغ یک فرد یا یک حالا فرد گروه دیگه، کیه؟ برای همین مانیفست منطبق با اصول فطری انسانه، کسی نمیتونه ردش کنه. ما هست، هر کس تونست رد بکنه رد بکنه، ولی با کار با فحاشی درست نمیشه. متاسفانه و با کمال تعجب شیوه های فحاشی وارد دنیای سیاست، نه تنها سیاست، فرهنگ ملت ما شده و ملتی که همچین سابقه درخشانی داره، همچین فرهنگی داره، همچین ادبیات بی‌نظیری داره، همچین زبان بی‌نظیری داره، زبانی که در بیان ادراکات درونی نظیرش در هیچ کجای دنیا نیست، اومدن با فحاشی و با رکیک‌ترین الفاظ اون رو آلوده کردن به خاطر اینکه خب حالا این نظام بعد عمل کرده، در اون بحثی نیست، سیاه‌ترین دوران رو گذروندیم، اما دلیلی نبوده که ما فرهنگمون رو هم از دست بدیم و آلوده بشه و با الفاظ زشت و بسیار کلیوب ما. خب بالاخره نسل آینده این چیزها رو ما میخوایم براشون بذاریم. ماها که زمینه کاریمون، زمینه فرهنگیمون آنچنان بود شدیم این، وای به حالی که الان این زمینه ها با این فحش ها و الفاظ رکیک و رفتارهای شبان بیمخی و اینها فاجعه آمیزه. و خب بالاخره این زایه است که رو دستمون مونده. اما خب پس معلوم شد که چرا در رابطه در مواجهه با خود من بلافاصله روی
افراد به طور که افراد به طور عمده افراد سیاسی حرفه‌ای طور شد و روز به روز این مسئله هم بیشتر شد و دیگه تا این اواخر که من هی بند به بند این مانیفست رو تکمیل هی دادم بیرون، هی منتظر شدم ببینم که خبری میشه، کسی یه بندی اضافه میاد بکنه، دیدم که خبری نشد. همش اومدن گفتن که تمامیت ارضی کشور نمیدونم پر آقا تمامیت ارضی کشور که برای خالی نبودن عریضه است، این تو قانون اساسیه هست، این که اصلا نیاز به بیان نیست. و بعد ما در ایران خوشبختانه تا اونجایی که من اطلاع دقیق دارم هیچ کسی جایی طالب تجزیه طلبی نیست و همه طالب این هستن که تمامیت ارضی کشور حفظ بشه. پس در واقع حالا بندهایی که خب خیلی برای خالی نبودن عریضه موشه کاملا مشخص و معین، اما من حالا تا اینجا اینو بند میکنم، بیایم رابطه عرفان و موضوع سیاست رو بررسی بکنیم که به طور غیر مستقیم از دهه های قبل این موضوع بوده و در طول تاریخ همواره قدرت ها با عرفا بد بودند و در واقع به نحوی باعث قتل اونها شدند و به نحوی باعث سرکوبشون شدند. حالا با بالاخره تحریک عوامل مختلفی که داشتند تحت عنوان عناوین مختلف، همونطور که در درس ها بررسی کردیم و صحبت شده، منم الان اینجا اشاره کردم، عرفان کارش انسان شناسی و جهان شناسی و غیر از منتها ابعاد کیفی، خب ابعاد کمی رو ساینس دنبال میکنه، از بعد کیفی رو عرفان، اصلا خودشناسی دیگه معروفه دیگه. و بعد خودشناسی انسانشناسی معادل هم دیگه هست، هیچ تفاوتی نداره و توی این رابطه برخورد انسان با انسان همونطور که مرور شده و دیدیم بالاترین هنر اینه که با انسان دیگه برخورد کنیم و دیدیم تو درس ها تضادها رو خب طبقه بندی کردیم، اومدیم دیدیم مهمترین تضاد تضاد با دیگرانه و هنر این مسئله نه به معنای سازش، خب چون همینجا بگیم درسته در عرفان بحث وحدت موضوع تن واحده و نمیدونم بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینزه گوهرند، اینا همه بله درست، ولی چون بسی ابلیس انسان روی هست پس به هر دستی نباید داد دست، بعد ممکنه یه دستی هزاران دست دیگر رو بیاد و یه دفعه بزنه لط و پار کنه، خیلی باید مراقب بود. خب اینا رو بررسی میکنیم و میدونید بررسی کیفی هم تعریف چی بود؟ در مثالمون این که شما یه غذای درست کنید، فرمولاسیونش خب میشه بخش کمی اون، چشیدنش میشه بخش کیفی اون. خب حالا یعنی اینکه ما ادر باید با ادراک درونی مسائل رو لمس و حس کنیم که خب تجربه کردید و دیدید چطوریه و در رابطه با حل و فصل مشکلات مردم از جمله کمک به اونها، دیدید تپای مکمل فرادرمانی اونها، بدونه که اونجا هم بود که اینا بازی اصلا هدفی نیست که به اصطلاح کسی بشه
به صورت درمانگر حرفه‌ای الا پزشکا و روان پزشکا و اینها که خیلی زیاد از این موضوع دارن استفاده میکنن، قرار نیست که این یه بازی، یه تمرین، یه تجربه است که ببینیم اون چی که میگیم چیه و اون شعوری رو که میگیم میشه به کار گرفت چجوری به کار میاد و شما نتیجهش رو ببینید. و همه اینها رو به خاطر رویاروی انسان با انسان و اینی که بتونه هم در خدمت باشه، عبادت به جز خدمت خلق نیست، یعنی در واقع ما بتونیم اون کاری که از دستمون برمیاد که حالا با عرفان اون تواناییمون هم بیشتر میشه که تجربه کردید، بتونیم در خدمت مردم باشیم. حالا تو این رابطه با در خدمت مردم بودین، دیدین که بحث مدیریت پیش اومد، مدیریت کلنگر که کتابش هم هست داریم، بعد دیدید که بله پس یک مدیر بایستی بتونه حقوق اولیه انسانی رو در نظر داشته باشه و موضوع بهره‌کشی و استثمار رو از برنامه ذهنی خودش حذف کنه، بعد ببینه که خیلی بهره بیشتری میبره، ضمنی که وجدانش هم راحت‌تره، حق و حقوق دیگران هم نبرده تو خونه زندگی خودش و همون راحته، هم کارگر زیر دستش و کارمندش و غیره و غیره. بعد ما اینتریونیورسالیزم رو بنیان گذاشتیم که در اینتریونیورسالیزم این تفکر و این دکترین و این اندیشه جایگاه ما رو اومد در هستی تعریف بکنه که ما بتونیم کرامت خودمون رو فراتر از مرزها و فراتر از جهان وطنیه، حالا منظور کره زمینه، در کل هستی جایگاهمون رو پیدا کنیم، بفهمیم چه شأن و منزلتی داریم و خودمون رو به یه پست و مقامی نفروشیم. خب بنابراین در یه سطح کلانتر این مدیریت کلنگر و فرا کلنگر میان به سطح اجتماع میرسیم، به سطح اجتماع میرسیم و باید مدیر ما در سطح کلانتر که زندگی میلیون ها انسان زیر دستشه، اون هم بایستی این اصول رو صد چندان بیشتر مد نظر قرار بده، برای اینکه فقر زمین ساز خیلی از مسائل و مشکلات و جرائم و مسائل دیگه رو هست و از کودکان کار تا خودفروشی به دلایل اقتصادی و مواد مخدر و نمیدونم قاچاق و غیره و همه اینها به خاطر مشکلات و معضلات اقتصادی رو دست جامعه باقی میمونه و مدیریتی که باید در سطح کلان روی مملکت حرکت بکنه بایستی ریال به ریال بکنه، برای اینکه هر مبلغی میتونه به هر حال نون سفره یه عده باشه و حیف میل اونو خرج تجملات و تشریفات و حالا مسائل مختلف دیگه کردن چه فجایعی به بار بیاره که خیلی ازش وقتی میشن دولتمند تو اون جاهای آنچنانی خودشون زندگی میکنن، درد و رنج مردم رو اصلا درک نمی کنن، یعنی اصلا نمی دونن که نداری و گرسنگی یعنی چی. من صدام هم می گیره بعضی مواقع که خیلی صحبت بکنم، چون در زندان پشاپویه من یکی از مسائلی که برام پیش اومد این بود که اونجا منو شیمیایی کردن،
که البته اصلا در اون زمان تا یک ماه من صدام در نمی اومد، ولی به لطف الهی صدام خیلی بهتر شد و خوب شد. ولی بعضی موقع ها بازم یک به هر حال اثر مختصری رو ظاهر میشه. خب بنابراین رابطه عرفان، حداقل بگیم عرفان حلقه دیگه، چون سابقه تاریخی نداره که ما عرفانمون به صورت عملی در اومده باشه و پابلیک شده باشه و تونسته باشه در همه جا ورود پیدا بکنه، و برای اولین بار عرفان حلقه است که به صورت عملی فلسفه مذهب، فلسفه هنر، فلسفه مدیریت، فلسفه اخلاق، فلسفه حکمت که بینشا باشه، فلسفه سیاست، فلسفه قانون، فلسفه ورزش، فلسفه ادبیات و زبان، فلسفه ذهن و روانشناسی و علم رو به اصطلاح داره میاد و اون نگاه کیفی خودش رو مشمول میکنه. حالا ببینیم که چرا؟ ممکنه بیان بگن که نظر عرفان حلقه راجب قانون چیه، یا حتی بگن نظر شخص شما راجب قانون چیه، راجب ورزش چیه، راجب هنر چیه. حالا در دستای خودمون راجب هنر مفصل صحبت داریم، در مورد علم صحبت‌های زیادی داشتیم. خب منتها از منظر خودمون و اونها رو باز کردیم. این صورت نیست که بگن چون عرفان حق مداخله در مذهب رو نداره. نه، میدونید که ما فلسفه مذهب و مادر، هر چی رو شما بگید ما باید فلسفه شو، فلسفه آدم، فلسفه جنات، فلسفه جنت، فلسفه رضوان، فلسفه نمیدونم جنتی، فلسفه نمیدونم هوا، هر فلسفه رو شما در مذهب بگین، فلسفه خوم، زکات، انفاق، نمیدونم چی، هر چی رو بگید ما باید بتونیم ارائه بدیم. خب بعد در این اون صورت نیست که بعضی وقتی به ضررشون تمام میشه میان میگن که این اصلا نمیبایستی مداخله میکردیم. نه، چرا نباید مداخله میکردیم؟ اگر دلیل و مدرک ارائه نمیدادیم ممکن بود یکی بتونه، ولی ما برای همه چیز هر کاری میکنیم دلیل و مدرک داریم، مستند ارائه میکنیم. حالا جالب اینجاست که اگر ما آرایمون مطابق نظرات خیلی ها بود، الان دورور ما استاد 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 خدا میدونه چی میشد، ولی وقت حالا بعد اونها یا وقت بعد خودمون ما نمیتونیم و اجازه نداریم که با ظلم و ستم و با ظالم و ستمگر همراه بشیم. نفس عرفان نمیپذیره. بعضی از عزیزان هم حالا اگر واقعا مال مجموعه ما باشن نمیتونم این صحبت رو میکنن، مطرح میکنن که آقا برای اتحاد اینا باید نمیدونم حالا فلان، از این اشتباهتون همینجا امکان نداره با ظالم و ستمگر شما به مقصد نیکویی برسید. در اولین فرصت شما اوت میشید، بعد یه دفعه میگید که اصلا نمیدونید چی شد، طرف اون بالا نشست. این اشتباهی که رخ داده و آزموده را آزمودن خطا. خب پس من چون میخوام جمع کنم مختصر صحبتامون خیلی زیاده، پس عرفان حلقه در همه رشته ها نگاه کیفی خودش رو میبره، برده میبره، این هست.
و این مداخله بیجا نیست. ضمن اینکه خود مانیفست رنسانس ایران آزادم که بنده اراده دارم، هر کسی میتونه ارائه بده. خب و ما فارغ التحصیلی نداریم که همچین کاری میتونسته بکنه. حقوقدانای ما هم حالا به هر دلیلی، چون معمولا افراد فکر میکنن که خب دیگه یه چیزای معلوم شده، همین مانع میشه که ابداع و نوآوری نشه. هنوز آخرین حتی حقوق بشر کامل نیست، از دید من کامل نیست، حالا کاملش هم بعدا انشاءالله خدمتون ارائه میدیم. خب ولی برای یه پایه خیلی خوبه و خیلی عالیه. و در این چیزی که ارائه شده تا اینجا میتونه حداقل رو برای همه همراه بیاره. خب شما میبینید در قرن 21 در مملکت ما عده بسیار زیادی تو خونه های خشت و گلی دارن زندگی میکنن. اگر یک زلزله بشه تلفات کمان که در رودبار خیلی وقت قبل دیدیم و در خیلی جاهای دیگه هم دیدیم، امروز در قرن 21 هیچکی نباید در هیچ کسی در هیچ کجای دنیا، حالا البته من کاری با دنیا ندارم، الان دشمن همون چیز به اندازه کافی دارم، کافیمه، در ایران کسی نباید در قرن 21 با ثروتی که ما داریم تو خونه خشت و گلی زندگی بکنه. اگه زلزله بشه این سقف سرش فرود بیا، کی مقدره؟ آیا اون از درآمد سرانش برخوردار بوده؟ برخوردار شده بهش دادید؟ طرح ملی مقاوم سازی ساختمان و حالا اینکه اونا هم که تو خونه های خشت و گلی هستن لازمه حداقل یه سرپناه داشته باشند، که یه 4 تا بادبند داشته باشه که این ساختمانه نلرزه. این از ضروریات و با ثروتی که ما داریم همچین چیزی بسیار سهل و آسونه. ضمن اینکه ما فقط کافیه جلوی غارت ها رو بگیریم، کافیه مدیریت درست و لایقی داشته باشیم. الان مخازن گاز رو ما که با قطر اشتراک داریم، ما نمیتونیم استخراج کنیم. ما بی بهره ایم به دلیل عدم کفایت ها، عدم رسیدگی ها، عدم دلسوزی ها و خیلی مسائل دیگه. سرمایه‌ای که هدر میره و میتونست و میتونه کلی مسائل مختلف عمرانی رو برای آحاد مختلف مملکتمون که در فقر و فلاکت و بیچارگی دارن به سر میبرند تأمین بکنه. خب همین اخیراً خوی زلزله شد، مردم رسیدگی کردن، کسی پاسخگو نیست که آیا اصولی که میبایستی پیاده میشده آیا پیاده شده. یه وظیفه این برداره، یه وظیفه اون برداره، یه وظایفی مسئولین دارن، یه وظایفی مردم دارن. خب مسئولینی که به فکر سرقت و به هر حال غارت و سوء استفاده های خودشون هستن، مسلما فکرشون به این چیزا نمیرسه. اگر هم برسه دیگه پولی نمونده. پس ما یه تعریفی از رنسانس اگر
داشته باشیم و لزوم اون اینه که دوره نوزایی یا دوره تجدید حیات در جهت جنبش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره جهت رسیدن ایرانیان به توانایی تسلط بر سرنوشت خودشون، به دست گرفتن، یعنی به دست آوردن اون کرامت و حقوق انسانی از جمله حقوق بشر، رهایی از بردگی سیاسی و سلطه اشخاص و افراد بر اونها تحت عنوان حکومت و اداره قدرت سیاسی. چیزی به نام حکومت باید در اذهان ما پاک بشه. یک ملت نیاز به مدیریت داره، افرادی رو استخدام میکنه تا این افراد کارا رو انجام بدن. کسانی هم که استخدام میشن فوق تخصص رشته کار خودشونو دارن. کسانی هم که نظارت میکنن کسانی هستن که سابقه مبارزاتی دارن، سابقه مبارزه با ظلم و ستم دارن، حالا باید نشون بدن، بیان اونجا بشینن، بعدن افتخاری خب نظارت بکنن. اون چه زم وقتی حکومت نداریم، وقتی تمرکز قدرت نداریم، وقتی گارد نداریم، وقتی شهربانی عامل سرکوب نیست بلکه عامل پاسبانی از شهر هست و خیلی مسائل دیگه خب که توضیح دادیم. وقتی یه هیئته، این هیئت رو دیگه یه نفر دو نفر نیست که خیلی از مسائل رخ بده. افراد تو انتخابات بعدی اومدن، هر کدوم از یه جایی اومدن، با یه فکری اومدن، با یه چیزی اومدن، مردم انتخاب کردن. ضمن اینکه نظارت لازم و کافی باید پیش بینی بشه که توی چیزای اجرایی، آیین‌نامه های اجرایی همه اینا هست، ولی اینم بازم تضمینی نیست که چه اتفاقی نمیفته، ولی ما خطر ریسک رو باید کمتر کنیم، احتمال سوء استفاده رو باید کمتر کنیم و باید هوشیارتر مردم بتونن یه فکر جدیدی برای خودشون بکنن. فکر قدیمی جز این که دوباره فرزندان شما 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دوباره باید راه بیفتن، مرگ بر این مرگ بر آن، هیچ فایده ای نداره. خود اونها هم که البته میخوان بیان قدرت رو به دست بگیرن، از الان بدونن که باز دوباره همین آش و همین کاسه است و بخور بخور هست، ولی یه روزی دوباره ممکنه مثل صدام و قذافی و غیره دیگه از اون مسائل هم داره، خانواده تزار و مسائل این هم داره. خب و دنبال مردم سواری نباشند. خب بنابراین رهایی از فقر و فلاکت و عوارض جانب ناشی از اون که تو زیاده مثل برحال قاچاق مواد مخدر، کودکان کار و غیره و اینها بتونه مهار و کنترل بشه. حالا یه مسئله وجود داره در این قضیه که خب یه مورد سوال هم هست. مثلا الان موضوع گذار مطرحه، آقا چیکار میخوایم برای گذار بکنیم؟ من خیلی صراحتم و رک و راست میگم هیچ کسی برای مردم و برای گذار نمیتونه کاری بکنه. حالا همرم میگم مردم جلو دارن، مردم کف خیابونا هستن، هر کی میاد میگه که من فلان فلان میخواد سوار بشه، ابتکار عمل دست مردم بوده. حداقل در این قضیه که این با داره تجربه میشه و توی ایران در این سال تجربه، ابتکار عمل دست مردم بوده. دیگران به معنی اینکه مردم کاری کردن خواستن سوار بشن و ابتکار عمل اولا دست مردمه. کسی نیست، کسی که حالا شورای گذار چیکار میخواد برای مردم بکنه، یه دیگه که آقا فلان موقع بیاید، خب باشه دستون درد نکنه، فلان موقع باشه، مردمن که دارن میرن که کشته بشن. این ابتکار مردمه، این زحمت مردمه، این ارزش کار مردمه، نه ارزش کار اون هیئت. اون هیئت یه مدیریت میکنه خیلی خوبه،
اگه در این حد پای گود نشستن و گفتن لنگش کن، خب باشه میگیم آقا دهمت کشتی پای گود نشستی گفتی لنگش کن. این یه موضوع. دو موضوع میگن که آقا لابیگری. لابیگری رو من براتون معنی میکنم و انشاءالله که این کتاب مانیفست و انقلاب و اینا رو هم سعی میکنم به امید خدا بدم خدمتتون و این سیاستمداری و حرفه‌ای و لابیگری و اینا رو هم براتون تعریف میکنم. الان این مختصرش رو میگم اینجا. لابیگری یعنی پیشفروش ایران، یعنی اینکه من نوعی من برم میشینم با یکی صحبت کنم هم بگم ببین من اگه ما بیام سر کار گازتون که تأمین هیچی، نفتتون هم میدیم، پتروشیمی هم هست، ما هست. خلاصه یک کلام اینه، مس میخواد، اینو میخواد، اورانیوم میخواد، فلان، هست، ما کوچکتون. شما چیکار کنید؟ فقط ما رو چیز کنید، ما بریم اون بالا بشیم. این لابیگریه. خب لابیگری ببینید بعضیا میگن آقا بدون چیز این لابیگریه مقام مثلا چیزا کاری بر نمی کنن، اجازه نمیدن، اتفاقی هم نمیفته. نه اصلا اینجوری نیست. مردم اگه بیان تو خیابونا از آمریکا نمیتونن جلوشون بگیرن، از جای دیگر نمیتونن جلوشون. مردم بیان تو خیابون سیستم به هم میخوره. خب اینجوری نیست که تو ذهن اذهان مردم هست که تا آمریکا نخواد. این نیست. اینا دیگه یه چیزاییه که دور از واقعیت. اما موضوع این که تأمین منافع اونها میشه، اونها منافعشون رو تأمین میکنن. چرا تأمین میشه؟ هر کاری بکنی منافعشون تأمین میشه، منافعشون تأمین میکنن. نیاز به من و اون و این و اون ندارن. چرا؟ نفت و اما میخرن مثلا به عنوان نمونه، یه پول ما میدن. خیلی خوب، ما اینو چیکارش کنیم؟ ما کارش نمیتونیم بکنیم. دلار به صورت در صورت این ارزش پیدا میکنه که ما دوباره به خودشون برگردونیم، بخوایم از خودشون خرید کنیم. حالا تو یه بشکه نفت رو اما خریدن میخرن مثلا 110 دلار، 120 دلار، 150 دلار میدن پولشو بفرمایید میدن. حالا ما میخوایم چیز بخریم، بعد میبینه که فروخته 150 دلار، به جای اینکه 100 دلار اما بگیره 140 دلار میگیره. یعنی ما در هر صورت در موضع ضعف قرار داریم. ما مجبوریم خرید کنیم، پولو میده، میگه چقدر میخوای؟ میگیم آقا بشکی 300 دلار، 500، میگه بفهم. خب حالا بعد ما نیاز داریم، همه چی نیاز داریم، از محصولات کشاورزی، از صنایع، از چی، هواپیما، تجهیزات نظامی، غیره. وقتی میریم بخریم میگه حالا بیا جلو. خب نفت رو من فروختی 500 دلار، باش خب رد کن بیا. خب یعنی در واقع یه بخشی تو دست به هر حال مدیران اقتصادی یه بالانس هایی میشه و یه طورهایی صورت میگیره که بالاخره ما اینطور نیست که اون ندیم، اون به هر حال باج و ندیم، اون معامله رو ما مجبوری معامله کنیم، وگرنه دلار تو دستمون ارزش نداره که، اون فاقد ارزش زمانی از یه دوره برگرده. خب یه سری چیزا هم تو سیاست های جهانی، الان جنگ اوکراینه، اصلا من و شما هم نباشیم یه اتفاقاتی باید بیفته. خب ایران و روسیه و سوریه و غیره و فلان یه جبه، اون هم یه جبه، باید یه اتفاقات معادلاتی هم بیفته. بعد اروپا هم یه جوری در خطره، یه کارهایی باید بکنه، میکنه. اصلا لابیگری منو نمیخواد، بی خود من منت نظر مردم، من رفتم لابیگری کردم و هیچ، همونطور که دارید میبینید
اصلا خبران نیست. خب بعد هم ما نیاز به این لابیگریه که اگه قرار به پیش فروش ایران باشه، خود دوباره همین تو کار همین جوری میشه دیگه، دوباره چیزی گیر ملت نمیاد. باید یه چیزی گیر ملت بیاد. اون باجای اجباری داده میشه و تو این داد و ستدا سرمون کلا میذارن، نمیدونم اتفاقای میفته که این صورت هست. مثلا مسئول کشاورزی میخوای بگیری، خب نمیدونم چی داری، ما خودمون گندم ممکنه کشاورز خودمون به ریال بخریم، میریم کشاورز خارجی به دلار میخریم. خب بقیه چیزا هم همینجور، به دلیل اینکه خب مثلا وزارت کشاورزی برنامه چیزی نداره، چقدر ضایعات کشاورزی رخ میده. یه منطقه یه دفعه امسال گوجه فرنگی میکنه، همه گوجه فرنگی زیاد میاد، باید بریزن صد آشخواه، صنایع جانبی هم نداره، یه سال کم بوده، یه سال چیز زمینی چیز میشه، یه سال چون وزارت کشاورزی نداره، چون متخصص این کار نیستن. خب وزارت کشاورزی یه شورا، یه هیئت، چند نفر فوق تخصص میشینن اونجا برنامه ریزی. الان دیگه این سیستم های رایانه‌ای و نمیدونم غیره و اینها، همه اینا منطقه به منطقه چی باید کاشته بشه، چه جوری باید برای صادرات چی باشه، برای غیره 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 غیره. خب ولی وقتی که افرادی که میرن میشینن اونجا، افراد رابطه ای هستن، خب معلومه اینجوریه. حالا ما باید این سیستمو، اگر دوباره سیستم اونجوری باشه که یه گروهی بخواد بیاد و دوباره تو رابطه اینو بذارن اینجا، اونو بذارن رابطه، اونو بذارن اونجا، دوباره رابطه رابطه رو دوباره میشه همون، دوباره میشه همین، دوباره میشه همون سیستم سابق، دوباره میشه همین سیستم. سیستم رابطه ای باید حذف بشه. حالا یکی از این سیستم حذف چیزایی که میتونه این سیستم رابطه ای رو حذف بکنه همین موضوع کار جمعیه، کار تیمیه که در واقع قدرت پخش توی مردم. قدرت اگه کانونی بشه خطرناک، به هر نحوی باید جلوگیری کرد از کانونی شدن قدرت. قدرت اگه بیفته دست یه نفر که بعد گروهیه و اون دیگه روابط ازش به صورت شاخه میشینن چیده میشه، که این تجربهش در ایران دیگه به وفور بوده و هست. و دوباره میشه همین، دوباره اون که باید سر جایی باشه که کاردانه نیست، یه کسی که تا کمر خم شده اون اونجاست، یعنی اون پول تا کمر خم شدنش رو داره میگیره، ولی این یکی تخصصش رو قراره بگیره. خب و اون با کمر خم شدنه به یه امکاناتی میرسه که این با تخصصش هیچ وقت به یک هزارم اون هم نرسید. مملکت هم ولو ویلون و کشاورزی از بین رفته، دهات ها خالی از سکنه و خیلی از مسائل و مشکلات دیگه. یه موضوع هست که الان به هر حال درگیرش هستیم، اونم اینه که مثلا ائتلاف های مختلفی صورت میگیره و خب این انتظار هست که مثلا بعضا
من امثال من و حالا ما که مجموعه هم داریم بیایم و حمایت کنیم. دوباره اینجا یه مسئله هست که یک ائتلاف یک شرایطی داره. اگر قرار یک شورای یک گروهی به هر نام و عنوان ائتلافی صورت بگیره، اینها یک شرایطی داره. شرایط همچین ائتلافی، حالا یک کسی میگه که آقا مگه شما متخصصی، مثلا متخصص فلان؟ نه خیر عزیزم، من متخصصم، ولی این عقل توی مغز ما بالاخره قرار داده شده و این رو هم بایستی به اصطلاح ما میگیم. یکی بیاد رد کنه، خب این که دیگه دموکراسی، اگر بحث دموکراسی، این هم بحث دموکراسی، من میگم یکی رد کنه. خب شورایی که بخواد موضوع گذار یا گذر از این دوران رو، جفتش درسته، گذر کنه از این موقعیت و مدیریت بکنه، باید اولا قطعا خونسا باشه. هیچ کدوم از افراد اون تو نباید سودای قدرت در سر داشته باشه، به خصوص اینکه اگر اون شورا محوریت هم داشته باشه که تک محوری یه قدرتی رو بخواد دنبال کنه. حالا یه موقع ممکنه شورای درست بشه، این شورا افراد مختلف هر کدوم یک چیزی از سودای قدرت در سر دارن، یعنی 7-8 مثلا نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر هستن، هر کدوم صدای قدرت رو یه جوری تو سرشون دارن میپرورانن. این میگه من میشم رئیس جمهور، اون میگه من میشم، این میگه من میشم، اون میگه من میشم، میشه هر کدوم دارن میان که شورای، در واقع در یه شورای ظاهر گذاره، ولی در باطن این شورا حامل رؤسای جمهوریه. چجوری؟ که مثلا بعدن بیان بعد این گذر شد، حالا خیلی 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 دموکراسی عمل کنن و همدیگر رو نکشن، بگن رفراندوم برگزار میشه، هر کی شد رئیس جمهور دیگه بقیه هم تبعیت کنن اگر همدیگر رو نکشن. و اگر چون قدرت بسیار خطرناکه و پشت صحنه خیلی کارا و چیزا چیده میشه، ولی حالا فرض کنیم که همدیگر هم نکشتن و خیلی هم همدیگر رو دوست داشتن، خیلی هم دموکرات بودن، گفتن که ما میایم انتخابات برگزار میکنیم، هر کی رای ها بود، حالا نظام گذاشتم یه همچین مسئله رو گفته بود. بعد باز این یه حالتشه که ما اینو نداریم. اپوزیسیونمون هم توی این 40 خورده سال به همین دلیل نتونسته شکل بگیره، به دلیل اینکه هر کی خواسته بیاد توش عضو بشه خودش مدعی بوده، مدعی قدرته. دو تا قانون، طبقه قانونی دو تا مدعی قدرت همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن، مگر دیگه خیلی مجبور بشن، بعد اگر هم کنار همدیگه باشن، این از سوستن اونو میپاد، اونم اینو میپاد، و همدیگر رو گرفتن بلند که به صلاح کسی 1 میلیمتر از اون نره جلو، و خیلی مسائل مختلف دیگه که معمولا رخ میده. یعنی شورای قدرت طلب ها هرگز هرگز به نتیجه نمیرسه، برای اینه که به جای اینکه اون نیرویی که میخواد صرف خارج بشه، واسه صرف پاییدن خودشون میشه، واسه خودشون رو بپان. نمیتونن حواسشون به ملت باشه و حواسشون به مصالح ملت باشه، همش باید خودشون رو بپان که این 1 میلیمتر نزن از اون جلوتر، اون فلان، بعد همدیگه رو باید رصد کنن. که در واقع شورای قدرت طلب ها نمیتونه شکل بگیره، کمان که شکل هم نگرفته، میمونه شوراهای اختصاصی. یعنی حالا به یه صورتهای شوراهای بیان ابراز وجود بکنن و برای خودشون یه محوریت داشته باشن.
خب که این اون جنگ و جدال رو نداشته باشه. خب این شورای که محوریته میشه مثل یه حزب، خود شورا دیگه شورا نیست، یه حزبه، یه حزبه که یه عده‌ای دارن، یه محور هم داره، این محور میخواد بیا قدرت رو به دست بگیره، دوباره ملت میشه بازیچه. دوباره از همین الان پاتیه کار خونده است. چرا؟ چون حزب هر کاری بکنه، هر هماهنگی بکنه، هر چی بکنه، مردم بریزید، مردم بیاید، مردم بیاید، فلان کنید، مردم بازیچن، که این محوریت به قدرت برسته. یه قانون خدمتتون عرض میکنم، هر کس به دنبال قدرت باشه نمیتونه منفعت ملت رو تضمین کنه. اینم یه اصل عدم قطعیت، یا اینه یا اونه. خب این اصل عدم قطعیت در سیاست رو شما یادداشت بکنید. خب من مرده، شما زنده. خب اگر کسی دنبال قدرت باشه ملت رو باید بیخیال بشه، دنبال ملت اگه باشه باید قدرت رو بیخیال بشه. دوتاش با هم نداریم. حالا یه عرض کردم، یه دکتر مصدق که بوده، ما دیگه بعدش هم نمیدونیم، اگر شاید ایشون هم لطف الهی به رحمت خدا رفته، اگر زنده میمون ممکن بود که ایشون هم بعدن ببینین که فریب دنیا رو خورده باشه. تا زمانی که قدرت هست امکان فریب هم وجود داره، حتی ممکنه گریبان خود انسان‌های مبارز رو هم بگیره. این خانم چی بود؟ خانم سوشی میانمار و اون برا برنده جایزه نوبل، بعدن که رب به قدرت رسید مجبور شدن اون جایزه صلح نوبل رو ازش پس بگیرن و خیلی از کشور. خب بنابراین به هیچ کسی اعتماد نباید کرد. از خود من شروع بکنیم. هلا حساب کتاب قاعده قانون نظارت، آن چی که میتونه نظارت بیاره تو کار. ما نمیگیم که حالا راه چاره تو همین مانیفست رنسانس، برید بهترشو بیارید، برید یه فکر دیگه بیارید، ولی فکر بیارید، فکر باید بیاد. اون چیزایی که تجربه شده مال گذشته بوده. این نردبان سعودی است، باید روی نردبان صعود کرد. بنابراین ائتلاف شرط اول و مسلمش اینه که ائتلاف خونسا باشه. هیچکی نگه، هیچکی نخواد و هیچکی نتونه بعدن قدرت بخواد. چرا؟ چون اگه پس زمینی ذهنش این باشه که قدرت چیز باشه، شورا رو منحرف میکنه، شورا رو به یه سمتی میبره که اون سمت تأمین منافع خودشه و اون قدرتی که خودش میخواد بهش برسه اونو برسه. ملت باید تیسوش باشه. اگر از سرمون کلا رفت دیگه باید بدونیم که خودمون هم مقصر بودیم. حالا قبلا ما سال 57 این چیزا رو نمیدونستیم، زیاد اعتماد بیشتر حاکم بود، ولی الان خود من مطلقا اعتمادم صفر. هیچ چیزی نمیشناسم مگر نظارت، قاعده، قانون. به خودم هم نباید کسی اعتماد بکنه و بنابراین هر چی که هست باید بررسی بشه، چیز بشه، ببینیم که چطوریه. و حالا هر فکری هست، اگه بهتر از این مانیفست رنسانس هم کسی فکر داره، اگر کسی در مورد
شورای گودر فکر بهتری داره بیاره. ما میگیم که شورا عقلن بایستی یه همچین خصوصیاتی داشته باشه. موضوع مسئله بعدیش حالا اصلا همچین شورایی هست. خب کسانی که توشن کیا باید باشن؟ کسانی باید باشن که سابقه مبارزه حبس، زجر کشیدنی، درک مردمی، زحمتی، چیزی داشته باشن. یه کسی که ندونه درد مردم چیه، یه کسی که ندونه زجر چیه، کسی که نمیدونه حبس چیه، سلول انفرادی چیه، رفتن پای چوبه دار چجوریه، اینا رو نمیدونه. با چه حسابی ما بخواهیم که اداره امور مملکت رو بیاد نظارت کنه؟ نظارت نه حکومت اونا، اونا که منتفی. خب بیاد نظارت بکنه و خدا وکیلی حالا خدا خیلی که خب دیگه حالا با سر این نظام با همه چی چپ افتادن، با خدا هم چپ افتادن، انصافاً وجدانن و همه اینها. چون ما هر جا بریم آخرش به انصاف و وجدان باید برگردیم، هر جا بریم باید به انسانیت برگردیم، هر جا بریم باید به اخلاق برگردیم. شما انتظار دارین، هر حتی اون آدم ماتریالیستش هم انتظار داره که کسی رو که میذارن چیزه خیانت نکنه. خب خیانت جنسش چیه؟ خیانت در کجا؟ اخلاق داشته باشه. اخلاق چیه؟ خب و انصاف داشته باشه، مروت داشته باشه، رحم داشته باشه. خب اینا که با اینا از کجا باید در بیاد بیرون؟ خب از این معنویت نباشه، اگه معرفت نباشه، خب اینا باید از کجا در بیاد بیرون؟ برای همین ما میگیم که پای و اساس دولت مردی هم همون معرفت هم هست. هیچ چیز ما از معرفت جدا نیست. ما مشکلمون اینه که دولت مردمون بی معرفته. ایرانی جماعت مشکلش اینه که دولت مردش بی معرفت بوده، بی معرفته. انصاف هیچ، مروت هیچ، رحم هیچ، اون هیچ، این هیچ، اون هیچ، هیچ. خب و یه کاری کردن که معرفت گرایی هم مضمون بشه، بزرگترین خیانتی که کردن. ولی این مهم نیست، چون آدم ها میرن برمیگردن، آدم ها میرن، خیلی ها رفتن تو زندگی ماشینی و ماتریالیستی و فلان، بعد به پوچی خوردن برگشتن. اتحاد جماهیر شوروی چند دهه با خداحافظی با همه مظاهر معرفت گرایی رو تجربه کرد، برگشت. مهم نیست. خب انسان منهای معنویات چیزی نیست، همون چارخش شعری که میخونه. لااقل ما ایرونی ها خیلی همون همون چارخش شعر که میخونیم. بنابراین اونطوری نیست که بعضی ها یا انور بام میفتن یا از اونور بام. دیروز به اون صورت، امروز به یه صورت دیگه. خب اینا مهم نیست، اینا رو خود تاریخ به تعادل میرسونه. بعد از قرون وسطا هم در اروپا تازه مذهب جایگاه واقعی حقیقی خودشو پیدا کرد. اون شهود خودش آورد، نشون داد هر کس واتیکان رو ببینه فکش میاد پایین از هنر شهودی، از اون چیزی که در هیچ آکادمی وجود نداره. اینا از مظاهر رنسانس در اروپا بود. و اون مذهب فرمایشی جای خودشو به مذهب شهودی داد و حاصلش اونجا جلو چشم. حالا کاری با این چیزا نداریم، اونا اصلا ما که تا همین مانیفست گفتیم که
جای ایدئولوژی و مرام و نمیدونم مذهب و همه تو خونه است. هر کسی هر چی داره تو خونه خودش. اداره امور مملکت هیچ ربطی به ایدئولوژی نداره. اداره امور مملکت یک کار تخصصیه، اقتصاددان میخواد و بقیه موارد که دیگه میدونه. در پست حالا وزارت‌های مختلف همه متهم تخصص. خب بهترین ها، شایسته ترین ها ما کم نداریم. نفرات اول کنکور و در جاهای مختلف دنیا و در خود ایران، نه ما عاطل و باطل ها لگه تو ایران هم. اگر هم جای دیگه ما کم نداریم. ما هم آدم دلسوز داریم در ایران، تعداد بسیار زیادی آدم هایی داریم که حالا ناشناس یا شناخته شده داخل زندان ها و غیره. اینها کسانی هستن که میتونن، ما حداقل 300 نفر 500 نفر داریم که اینها ممکنه تخصص اون کارو نداشته باشن، ولی شرایط معتمد و منتخب ملت بودن رو دارن که در یک کنگره، در یک هیئت، شورا، اسمشو هر چی میخوام بذاریم، در یک کنگره بتونن نظارت کنن و حافظ منافع ملت باشن. اینا رو داریم و ما هم سعی میکنیم که به سهم خودمون اینها رو معرفی بکنیم. البته با تضمین نیست تا من به خودم هم اطمینان ندارم، ولی میتونیم پرده از اینها برداریم، اینها رو معرفی بکنیم، بیشتر زیر نظر باشن. اگر میخوان به ملت خدمت کنن، ابراز بکنن، خودشون رو نشون بدن و به هر حال اگر هم نخواستن که خب میرن کنار، ولی من میدونم که به طور عمده میخوان، مگر اینکه حالا یه مسئله دیگه هم باشه که خب خیلی هم مشکل تحصیل جون و اینها رو هم هست، مسائل امنیتی هم هست و بعدا مخالفت خانوادگی هست. خیلی ها ممکنه خانواده ها بگن نه بیا بشین تو خونه، شما نمیخوام مبارزه کنی، بران کنی، بسار کنی، از این چیزا هم هست. ولی در نهایت من میدونم که ما 500 نفر رو حداقل داریم که گوش و کنار مملکت و در زندان ها که خیلی زیاد داریم. خب الان شورای گذار فکری برای اونایی که تو زندانن نداره، اصلا اینا رو به حساب نیاورده، اصلا این صورت مسئله پاک شده. خیلی خوب این اتفاق افتاد، این کسایی که مبارزه کردن اینا جایگاهشون کجا؟ هیچ. اگر بخوام بگیم اینها هستن که میان میشن رئیس جمهور رو میشن فلان، خب میشه همین نظامی که بود، این برادر یک بود، اون نمیدونم داماد یک بود، اون نمیدونم شهید فلان بود، این نمیدونم چی بود و مملکت به این حال روز افتاد، به دست غیر متخصصین افتاد. اگر هم بخوام بگیم هیچی که خب چه فرقی چه بس اینجوری باشه بین کسی که خورده خوابیده ایش و نوشش رو داشته فلان با کسی که رفته تو زندان زجر و شکنجه و خودش و خانواده هاشون اسیر دست مامورین امنیتی و نمیدونم اینها بودن و هم دمش دم در زندان و تهدید و چه و نمیدونم هر تلفنی که زنگ خورده چقدر استرس بهشون وارد شده. خب هیچ تفاوتی هم خب نباشه که اونم فایده ای نداره که چیز به حاصلی اون وقت نداره، یعنی هیچ و پوچ. پس در واقع همه جایگاه های خودشون رو دارن و این عده هم همونطور که برای انقلاب مبارزه کردن، الان هم باید بر نظارت بر اون تمه هم مقام خودشون رو داشته باشن، تلاش خودشون رو داشته باشن و این جامعه رو، این مملکت رو
با نظارت خودشون به مسیر درستی ببرن. البته من اینو میگم، ما این پیشنهاد ممکنه خیلی از اونام صدای ریاست جمهوری و نمیدونم چی هم تو سر داشته باشن و فردا خود اونام به ما بگن که ما رو محروم کردی از اون حق به اصطلاح خودمون، و به اصطلاح من برای خودم ریاست جمهوری دیده بودم، به اصطلاح نه عضو کنگره و اینا. پس میبینیم که آنچه رو که بیان میکنیم مطالبی هست که برای خودش منطق داره، برای خودش چارچوب داره، و این نیست که چون بنده رشتم حقوق نیست خب نباید صحبت میکردم. ما منتظر شدیم این بگه اون بگه این بگه، آدمای با سابقه و فلان و مثلا یا گروه ها میگن که نمیگن. خب اگر میگفتن، اگر رنسانس رو مثلا 40 ساله، اگر یه فکر بکر جدیدی بود، همه فکر چیزا تکراریه. ما بیایم خب بیاد چیکار کنیم؟ خب تو بیای که همین آش و همین کاسه است دیگه. خب بنابراین ما دنبال یه فکر نوی باید باشیم. یعنی خود من اگه قرار باشه حرکتی بکنم، برای فکر نو حرکت میکنم، برای اینکه من ملت و بازیچه دست خودم قرار نمیدم که قدرت بیفته دست یه کسی خب و یه گروهی دوباره همین بعد یه 10 دیگه ما ببینیم که دیکتاتوری جدید با یه شکل و شمایل دیگه مقابلمون هست و ما حالا باید اسلحه رو از دست اون بگیریم. خب حالا اگر ما حرفی زدیم به ما بگن که شما که رشته عرفانه که چیز نیست، که شما که کارت نیست، رشته نیست که بخوای مبارزه کنی، رشته نیست که بخوای نمیدونم اسلحه بکشی، رشته نیست که اعلامشی. خب اینجوری نیست. خب هر کسی موظفه از حقوق خودش دفاع بکنه. شما فقط درست کاری خودت کافی نیست، شما داری با ماشین میری، هیچ تخلفی نمیکنی، هیچ کاملا همه مقررات رو رعایت میکنی، داری میری، یه ماشین متقلی، یه راننده متقلی دیگه میاد تو شکم شما. پس در واقع نجات جمعیه. اگه قرار باشه در یه شهری ما حداقل خسارت داشته باشیم، همه باید رعایت کنن، همه با رعایت چند نفر این درست در نمیاد. اداره امور مملکت هم همین طوریه، همه باید چیز داشته باشن، همه باید همه آمادگی داشته باشن، همه باید مبارز باشن، همه باید رزمنده باشن. خود منم رزمندم، خود منم سلاح سازم، اسلحه آزمایش شده دارم، تیرباره آزمایش شده دارم، خود منم همین کار رو دارم، ولی استفاده نکردنم دلیل نمیشه که ما چون به دلیل اینکه علیم بلیم ما محدودیت و ما نباید استفاده کنیم. ما اجازه نمیدیم کسی به اون ظلم کنه، کسی رو لعن و نفرین نمی کنیم، همه رو هم دعا می کنیم، ولی به کسی هم اجازه نمی دیم که بخواد حقوق ما رو ضایع بکنه. از حق خودمون دفاع می کنیم، فوش هم نمی دیم، ولی بلدیم که جلوی شعبان بی مخا هم بیست. و ملت هم بلده و الان هم نشان خواهد داد. این ملت همون ملتی است که گارد جاویدان رو که شهره دنیا بوده پایین آورده. این ملت همون ملتی است که اون همه قدرت رو به استنادات تاریخی که اگر انکار کردید
من میذارم روی میز، میذارم که همه ببینید. این ملت بازم این کارو خواهد کرد، در قبال دیکتاتورهای احتمالی آینده هم خواهند کرد. این موضوع به ما، نه با ما شروع شده نه با ما خاتمه پیدا میکنه. هست این بوده، اما تمام این تمهیدات برای این هست که احتمال درگیری کمتر بشه، مردم یه چند سوایی هم بیشتر شده نفس بکشند. شاید یه الگوی مناسبی درست شد. شاید مردم به اندیشه بهتری رسیدن، مردم تونستن در کمال آسایش و آرامه زندگی بکنن، با هم برابر و برادر طبق حقوق بشر. یه کسی اگه این روزا حقوق بشر رو قبول نداشته باشه، خیلی عقب افتادن که همه انسان ها صرف نظر از دین و نژاد و ملیت و قومیت و اصالت و چی و چی و چی و چی با هم برابرن. و اگه کسی اینو قبول نداشته باشه که دیگه این آدم عقب افتاده از مال ما قبل قرون وسطاست. با قرون وسطا رنسانس اومد دیگه و پایه های این تفکرات ریخته شده. کسانی که میگن ایران باستان خب باش، منشور حقوق بشر رو پایه‌شو ما دادیم، بسم الله. همه انسان ها صرف نظر از دین و نژاد و ملیت و قومیت و غیره و غیره و غیره غیر با هم برابر هستند. دیگه چیزی رو به روح کسی نکشید و مملکت مال ملته، مال هیچ کسی نیست. ریال به ریالش اگر کسی سوء استفاده کنه از اموال دولتی، از بیت المال غیران، مرتکب سرقت شده، دزد، غارتگره. و این غارتش عوارض جانبی ناشی از اون رو مثل کودک کار و غیره و غیره و غیره و غیره همهش گردن اینه. این فقط یک غارت مال تنها نیست، این دیگه ربطی به مذهب نداره، ربطی به عرفان نداره، این دیگه ربطی به هیچی نداره، این دیگه با قانونم اگه قبول داشته، این دیگه توی انسانیت هم قبول نداشته باشی، هیچ چی رو قبول نداشته باشی، لاغت قانون میگه که این حساب کتاب داره. خب حالا اگر ما برخورد کردیم با کسایی که این چیزا رو قبول ندارند و صرفا به فحاشی خودشون و تهدید و اینا که روی اونا حساب میکنن و زور زوری میخوان بیان و حرف بزن، ما چیکار باید بکنیم؟ خب پس اینو داشته باشیم. بنابراین ما در مورد هر نوع ائتلافی اگر بخواد شکل بگیره، خب ما هم نظر داریم. من که خودم اصلا سیاستمدار حرفه‌ای نیستم، هیچ پست چیزی هم دنبالش نیستم، نه نیاز دارم نه دنبالش هم، خدا رو شکر. اصلا و ابدا و اصلا به هیچ وجه، اینه که خدا رو هزار مرتبه شکر، اصلا این که نام سیاسی و اینها رو، یعنی منظور حرفه‌ای رو، نمیخوام یدک بکشم که من سودای چیزی، خدا نکنه سودای چیزی دو این زمینه ها داشته باشم. کسانی که دارن بدونن یه نفر گرسنه تو مملکت باشه، اون باید پاسخگو باشه. حالا بگذاریم که خیلی بی حساب کتاب بوده و برده شده و خورده شده و غارت شده و همه گشنه و تشنه موندن و کسی هم عین خیالش نیست، ولی اینو بدونین هست. و این قانون عمل و عکس العمل نا گریبان میگیره، حالا اینجا نه اونجا، اونجا هست.
پس ما حرف ناحسابی نمیزنیم و اگر ما جای رو تایید نکردیم یا نپریدیم وسط یا چیزی نکردیم به دلیل اینه که اون مشخصات ما رو نداره، ما نمیتونیم مدیون ملت بشیم. هر کی میتونه بشه بره بکنه، خب، و بدونه که شریک جرمه. فردا هر مسئله بشه، هر موضوعی بشه، این قضیه وجود داره. حالا یه زمانی هست که سرمون کلاه گذاشته شده، یه سر یه جایی هست دیگه آگاهانه هست. الان ما این، من این مطلبی رو که میگم سال 57 نمیدونستم، الان دارم میگم که این ماجرا اینطوریه. ما باید گام به گام مراقب باشیم. بعضیا میگن که این حالا الان ما اینا رو برن بعد ما میشینیم سر فرصت. ما همین فکر ما سال 57 که حالا اینا برن بعد که رفتن میشینیم فکر میکنیم نه دیگه اون موقع دیگه مجالت نمیدن. خب اون موقع دیگه مجال نیست، الان باید فکرشو بکنیم. الان هر فکری داری برای اون زمان اون مهمتر از اینه. این انجام شده است، این دیر زود انجامه. خب اونو باید فکرشو بکن. هر وقت اونو فکرشو کردی و منافع ملت تامین بود، حد منی که انجام شده است. ولی بدون تامین منافع ملت و بدون تضمین بر اون، این کار خب موضوعات زیادی پیرامون این قضیه جاریه. و حالا دوستای خود ما هر جا به سلام مشارکت میکنن، همون فحاش ها که فحاشی و تهدید و غیره اونا میکنن، بلافاصله میفرن شما تعصب دارین. اون فحاشی خودشون، تهدید خودشون، اونا چیزی نیست. ولی اگر یک کسی بگه آقا من به مانیفست الان اعتقاد پیدا کردم، این متعصبه. خب عزیزان گوشتون به این حرفا بده کار نباشه. آره من متعصبم. تعصب یعنی خامی، یعنی کسی چیزی نمیدونه، خامه. ولی ما اینی که داریم میگیم و خوب میفهمیم چی داریم میگیم، اونم که داره میخونه داره میفهمه، منطق صحبت رو میگیره و داره. ولی کسی که پوش میده یعنی اون خامه، یعنی اونه که منطقش فحاشیه، منطق نداره. میگه آقا اشکال کار کجاست؟ اشکال به نظرش نمیاد، اشکال نمیتونه بگیره. بعد شروع میکنه به فحاشی و فلان و بزن من بیام سر کار، ما بیام سر کار خدمتتون میرسیم و فلانی حرفا. ببین هنوز هیچی نشودن، هنوز چیزی نیستن. خب خط و نشونه، وای به حال فردا. بنابراین ما دفاع میکنیم، باید دفاع بکنیم، نه با فحاشی. ما منطق داریم، ما معتقد به منطقیم. و اینجا نه وضع الان شهوده، نه وضع فلانه. یکی میکنه آقا این جایگاه با آموزه، آقا این منطقیه که برای فردا دیکتاتور نیاد، این منطقه. تو بهترشو بیار. با آموزم ربط داره، الان ربطشو گفتم، با آموزم ربط داره. تو میخوای ظلم ستیز باشی، میخوای طرفدار ظلم باشی، یا میخوای خودت هم بشی جز ظالم؟ عرفان با آدم ظالم میونه نداره، با طرفدار ظلم میونه نداره. اگر کسی اینو میخواد و
اونم میخواد، یعنی راهش رو اشتباه اومده، باید بره دنبال کارش، وقتش رو بیخود تلف نکنه. کسی اصلا انسان اصول اولی انسانی رو بدونه، باید بگه که من طالب آزادی انسان ها هستم، همه انسان ها آزاد آفریده شدن، باید آزاد و رها زندگی کنن، که اینم والا معنی داره، یعنی در چارچوب قانون و مقررات و چیزا، مثلا آزاد راه، نه اینکه هر کاری دلم خواست بکنم، هم نه، ولی آزاد یعنی که منو کسی برده خودش نکنه، من بازیچه دست قدرت کسی نباشم، من دارم اینجوری زحمت و فلان میکشم یه کسی غارت بکنه و مثلا برم بخورم، برن میگم چی بخرن، کجا برن چیکار بکنن کجا، نه، من باید از اون روستایی دفاع کنم، من باید از اون بچه تو سیستان و بلوچستان دفاع کنم، اونا کسی رو ندارن، خیلی هاشون شناسنامه هم ندارن، حتی آب خوردن ندارن. خب من باید دفاع کنم، شما باید دفاع کنین که یه چهار کلاس هم سواد داری و فلان، باید این منطق رو بفهمی، کار خودتو سبب نکنی، آقا نمیشه اینجوری، نمیشه، باید میدونم گذر نمیدونم فلان، با فهیدم فکر کنی خورده مغزتو به کار بنداز. خب مغزتو به کار بنداز که برای اون بچه چی کار میتونی بکنی، چه چیزی میتونی تضمین کنی که حتما منافع اون تامین بشه. این دیگه یه منطق دو تا چهار تا داره دیگه. و اگر نه منظور دیگه ای هست، آخه ما بعضی ها اومدن خودشون رو جز ما ها جا زدن که آره من مثلا تو اینجا، ولی خب داره به عنوان عامل در واقع نه. یکی اون میانجیگری های دشمن که میفره جرم، آقا نه شما این چی نگیم، بذارین این دموکراسی این حرفشو بزنه، خب حرفشو بزنه بگه، خب چی میخواه بگه، بینیم پوش ناسزا تو این پلا، بعد دوباره تا ما میایم حرف بزنیم پلان کنیم، میگه نه شما صبر کنین بذارین دموکراسی بذارین حرفشو بزنه، میگم خب بزنه، دوباره پوش ناسزا تهدید، من بیام سر کار علم میکنم بل میکنم بعد پدرتون در میارم. خب ببین این نشون میانجیگرهای این چنینی رو از خودتون پرت کنیم بیرون. کسانی که مدافع ظالم هستن، راهشون اشتباه اومدن، ما محترمونه بهشون میگیم که برن بیرون، برن برای خودشون گروه بزنن، دسته بزنن، نمیدونم چیکار کنن، نه اون راه تبلیغ هر کی رو میخوان بکنن تا کمر جلو هر کی میخوان خم بشن، اصلا هر جوری دوست دارن، عشقشون میکشه هر طوری برن، ولی به نام ما، داخل ما، نه برن. و موضوع دیگه این که حالا یعنی بالاخره با شگردهای مختلفی ما با مشکلاتی مواجه هستیم دیگه، یکی میانجیگره، یکی عامل نفوذیه، یکی از این وریه، که خلاصه این هست دیگه، یه امر طبیعی و بدیهی است. اما موضوع سر اینجاست که ما این ابتدا به ساکن بعد از چند بقیه چیزایی شروع شده بود که نظرسنجی های مختلفی، مثلا مردم گمان بلون به که فلان بودن، بعد ما میخندیدیم که با اینا که اینا چه آدم های بیکاری هم که مگه به این چیز کی کنترل داره، کی نظارت داره، اصلا کی شرکت میکنه. خب ما میخندیدیم بهشون و کسی هم گفتم نه بابا اصلا بچه بازی ها رو ول کن. یه دفعه دیدیم که توی این اون در میاد، توی اون این در میاد، از اونجا این در میاد، گفتیم اینطوریه، پس بسیار خوب
دیگه از حالا به بعد ما هر نظرسنجی و از این برنامه ها در هر کجا برگزار میشه ما شرکت میکنیم. اصلا خود منم کاندید، اصلا خود منم میام شرکت میکنم. من حاضر نبودم یه دقیقه وقتم رو بذارم برای این قضیه، ولی حالا که میبینیم او واسه اینکه شوخی شوخی و علکی علکی و فلان میذارم مؤسسه فلان گفته که نمیدونم ما نمیدونم فلان چی و اینجوری نزدیک گرفتیم و بابا این مسخره بازی ها چیه؟ خب چی گفته به شما شما نظرسنجی کنیم؟ حالا این نظرسنجی ها بلا بابا هیچی کاری نداریم. خیلی خوب باشه نظرسنجیه، باشه ما اشتباه کردیم، اون چند دارم که ما اصلا مداخله نکردیم، اشتباه کردیم، الان اشتباهمون رو جبران میکنیم. عزیزان من، دوستان من، هر نظرسنجی که بود ما شرکت میکنیم، شرکت بکنید، هم به این فرهنگ شرکت در انتخابات رو میبریم بالا، هم بالاخره در کنار اون تجربه کسب میکنیم که اصلا چی میخواد بشه. خب واقعی چیزای زردی بود که موقع انتخابات مجلات و روزنامه های زرد درست میشد که افراد خودشون قبل یه سری چیزایی رو میرفتن به ثبت میکردن و را میداختن، بعد موقع انتخابات شروع با روزنامه خودشون برای خودشون تبلیغات کردن، بعد مردم گفتن ای روزنامه فلان داره میگه، ای نگو که حالا اینا همه پشت صحنه برنامه‌ریزی های خودشون بوده. خب بعد در این زمینم الان یه سری تیک آبی و یه سری نمیدونم چی و یه سری برنامه های نظرسنجی ها و اینا، بابا این سیاه‌بازی ها چیه در میاریم بیرون؟ خب بعد اگه باشه میخواید سیاه‌بازی بکنید باشه، کاری نداره. ما من بعد در همه چیزها شرکت میکنیم، میایم و فرض هم میگیریم که اصلا درسته، اصلا خوبه، خیلی هم عالیه. ما میایم شرکت میکنیم، حضور داریم، حضور پیدا میکنیم. من خودم جلوی همه هم را میفتم، اول از همه میریم به اتفاق تا آخرش، آخرش بالاخره نتایجی کم و بیش میگیریم و تجربه‌مون بیشتر میشه. به هر حال خیلی لازمه که ما حواسمون جمع باشه، وگرنه بار دیگه یک کلاه گشاد دیگری سرمون میره با این همه خستگی، با این همه کوفتگی که برای ملت پیش اومده، این همه که مشکلات و معضلات و چیزهایی که باش مواجه بودیم. و درست موقعی که میخوایم بهره برداری بکنیم یکی از راه برسه و بگیر و بزن و ببره و همین ماجرا. خیلی از مسائل رو ما در رابطه با مانیفست و در مورد موضوع رنسانس کم و بیش اطلاع رسانی کردیم و کلی از مطالب رو هم من نوشتم از اون چیزایی که شخصا باش برخورد داشتم، هر کدومش لازم باشه، توضیحات مبسوط، خاطرات خودم، تجاربی که بوده هست، همه رو من پاسخگو هستم. خوشبختانه من دو تا نظام رو به چشمم دیدم، انقلابم که شده 22 ساله بودم، بچه نبودم و که میخوام جمع و جور کنم، نمیخوام زیاد کار به بحث و اینها بکشه، ولی میخوام که همه این تجارب الان به کار گرفته بشه. نمیخوایم حالا باز کردن پرونده های نیست که اگه لازم شد حتما این کار رو خواهیم کرد، ولی میخوایم که فقط
به نفع ملت نمیخوایم خودمون به خاطر حفظ وحدت و اینها نمیخوایم این وقت درگیری بشه، نمیخوایم چیزایی رخ بده. بنابراین میبینید پاسخ خیلی هم نمیدیم، صرفا به خاطر اینکه وحدت و این وقت جنگ و جدالی نباشه، وگرنه ما خیلی پاسخ خیلی ها رو میتونیم بدیم. مثلا یه بنده خدایی هست میام میگه من کینگ آف فلانم، بعد به ما توهین میکنه، فلان میکنه، حالا این یارو چشاش جور اصلا نوک دماغش هم اون وقت نمیتونه ببینه، بعد کینگ آف فلان و ما بیسار فلان، بعد بند میکنه به ما بیچاره که ما اصلا کاری با همچین کینگی نداریم. و بعد دومه دون وقترش رو که نمیتونه ببینه تنکل دنیا رو، پادشاه دنیا. خب ما چیکار کنیم؟ خب هرچی هم به هر حال محل نمیذاریم، تصوری میشه که ما نمیتونیم جواب بدیم. بعد هم که خب مثلا ادعای خودش اینطوره که میگیم او اصلا بیخیال، اصلا صرف نظرت همین وحدت و اینا اصلا لزومی نداره همچین پاسخی داده بشه. بعد برای همین ما خیلی مسائل رو داریم درز میگیریم که این ور مشکلی نباشه، بتونه حرکت منسجمی باشه، ولی به شرط اینکه افراد هم به اصطلاح اون مراعات ملت رو بکنن و خیلی هم ملت رو چیز حساب نکنن که ناآگاهن و اینها. ناآگاه هم باشن باید آگاه بشن و باید حضور مؤثر و خوبی در این موضوعات اداره مملکت داشته باشن و دیگه باید روی فردگرایی خط بخوره. فرد اصلا معنی نمیده. چرا باید اداره امور مملکت رو بدید از یه نفر، حالا رئیس جمهور یا هر کسی؟ چرا وقتی یه هیئتی میتونه، یه هیئت مدیره میتونه این شرکت سهامی عام رو به چرخونه، چرا باید این کارو؟ بعد هم تو گفتم شرکت سهامی عام دیگه گارد نمیخواد، حداقل این بخش هزینه به نفع ملته. میدونی چه هزینه یه گارد در 12,000 نفر فلان؟ خب و خیلی مسائل جانبی دیگه که حسن از محاسن این قضیه هست و اینکه اون کجا یه نفر که فقط نمیدونم یه چیزی اسمی رو یدک میکشه، اون کجا که 7 متخصص، 7 فوق تخصص ما انتخاب کنیم، چقدر فرقشه با هم دیگه. و بعد مسائل جانبی دیگه، مثلا شما ببینید که سفرهای استانی ریاست جمهوری ها چقدر برای ملت هزینه داشته. وقتی که سفر ترتیبش داده میشه از نظر امنیتی و قروق و نمیدونم چقدر نیرو و تمام این بند و بساط و اینها، و سخنگوی هیئت میره کارا رو انجام میده، چون اونها در واقع دارن برای آینده خودشون برنامه ریزی میکنن، نه برای ملت. و این هزینه ها رو میذارن رو دست ملت. خب یه کارخونه ساخته شده، این کارخونه ساخته شده، ببینید آخه یه موضوع مشکلی که ما داریم اینه که دولت مردامون هر کاری میگن، مردم یه لقمه نون میخورن، دولت مرد میخواد سر مردم، سر ملت منت بذاره که ببینید مردم امروز نونتون رسید، امروز داره نون میخورید. آقا جان به تو چه مربوطه؟ ملت داره نون خودشو میخوره،
یه کارخونه ایجاد میشه داره با پول ملت ایجاد میشه، به تو چه مربوطه؟ خودتو رو گذاشته بودم مدیریت کنی، حالا بغل دستت یه کارخونه ایجاد شده. قراره حالا چیزی هم تازه اگر بشه سخنگوی هیئت میره دیگه، بدون هیچ دم و دستگاه و تشریفات راه میفته، کیفشو میگه دستش، میره اونجا راه میندازه برمیگرده. دیگه 2000 تا آدم خمشو کاسلیست و غیره دیگه لازم نیست، و به اضافه حالا کلی از مسائل دیگه. خب همین هزینه ها باید صرف جویی بشه. خب صحبت زیاده، خیلی مسائل مختلفی هست. ما بعد از این ارتباطمون هم براموش نشه که بعد از این لایومون ارتباطمون برقراره. خود مجموعه هم که وارد فاز بسیار جدیدی شده و یه تحول بزرگ که در که این تحول بزرگ رو هم همه متوجهش بشن و تجربه جداگانه که من سعی میکنم در فرصت دیگری راجع به اون حالا صحبت بکنیم، برای اینکه من میخواستم اول تجربه بشه، بعد که تجربه کردی طبق روال همیشگیمون، این همیشه همینطوری بوده، اول تجربه بکنید بعد صحبت کنیم، که صحبت همون بر مبنای تجربه باشه و بر مبنای عرفان عملی. بازم من از اون عزیزانی که خودشونو در تو مجموعه جا دادن و با لباس خودی نقش مخالف و ستون پنجم و اینها رو بازی میکنند و اینها درخواست میکنم محترمانه که برن دنبال کارشون، برن برای خودشون گروه بزنن چیکار کنن و اون کاری رو که دوست دارم به نفع اون عزیزان انجام بدن انجام بدن، هرچی دوست دارم. ما نصایحمون رو کردیم و کماکان مدافع ملت هستیم، دوش به دوش ملتمون تا آخرین لحظه و دوش به دوش بشریت در مجموع و در کل، چون تمام اینها یه الگوهایی میشه که برای دنیا بتونه مورد استفاده قرار بگیره. ملت ما بیاد هم خودشو یه فکری به حال خودش بکنه، هم یه الگویی درست کنه برای سایر ملت‌ها، یه تجربه جدیدی رو کسب بکنه. و خب قبلا مگه این ریاست جمهوری اینجوری بوده؟ 4 ساله بیان رای بوده، فلان بوده، یه زمانی چیزایی شده، بعد اومده این سیستم، بعد اون اضافه شده، بعد الان هم میتونه این سیستم اضافه بشه، هیچ چیز دور از ذهنی نیست. و روی این قضیه همونطور گفتم، ما روی دولت مردان حساب نمی کنیم، چون هیچ دولت مردانی دولت مردی خیلی بعیده، خیلی من خودم چیز نمی، مگه این خیلی دیگه واقعا طرفدار ملت باشه و واقعا طرفدار حق و حقیقت باشه و اینها، تقریبا قریب به اتفاق سیاست مداران و دولت مردان همچین چیزی رو نمیخوان و نخواهند خواست. این توده های مردم هن که باید با این قضیه آشنا بشن و توده های مردم هن که باید بگن که به اصطلاح سهم ما کو، درآمد سرانه ما کو، بیمه ملی ما کو، شامل تحصیل و درمان و غیره و غیره و غیره، حالا اینها کو، کجاست، ثروت ما چی میشه، اینا رو ملت باید، توده های مردم باید، به همون پابرهنه ها، ما رو پابرهنه ها حساب میکنیم، نه روی سیاست مداران که هرگز به این سمت نخواهند آمد. ولی من نوید بهتون بدم که باز من مرده شما زنده، ببینید که توده های مردم
متوجه منافع خودشون خواهند شد و به اون رو خواهند آورد، همونطور که حقوق بشر همینطوری سطح و لولش میاد بالاتر و روز به روز عده بیشتری از مردم با حق خودشون در چارچوب حقوق بشر آشنا میشن و جویای اون میشن و میخوان که اون رو داشته باشن. و حالا تحت فشار افکار عمومی دولت مردان و سیاست مداران هم میان و با اون خودشون رو وفق میدن و یه حرفای میزنن، نه اینکه حرفا از دلشون برمیاد، اون حرفا به خاطر افکار عمومیه که دیگه از این کمتر رو نمیپذیره و اینجوری داریم جلو میریم و اینجوری داره میشه که به زودی کمتر از این اگر که بخواد صحبت بشه نظر مردم تأمین نخواهد شد. حالا بحث موضوع بردگی سیاسی و اینها هم همین اتفاق میفته دیگه، کسی زیر یوغ کسی دیگه نخواهد رفت. خب و این صدای قدرت و حکومت و اینها از بین خواهد رفت. وظیفه همه اونایی که فکر میکنن روشن فکرن، فکر میکنن چیزی سرشون میشه، فکر میکنن خیلی، حالا بعضی ها که دیگه خیلی فکر من سیاست چیزا میتونن، ولی خب سیاست اونوری میرن و ما ازشون میشنویم، وظیفهشون اینه که این مطالب رو خوب روش فکر بکنن. این مطالب عقلانیه، خود قانون عقله. خب عقل تا پای بنیانش منتها میاد یه جایی میره در اختیار یه سری منافع قرار میگیره که قانون رو به نفع خودشون میبرن و مینویسن و پیاده میکنن و اجرا میکنن که وحدت رویه پیدا کنن. علت نوشتنش هم اینه که دیگه همه دادگاه بدونن که به این میگن محاربه، به اون میگن مفسد فلعل، فلان بسار، همه این تعریف ها در واقع دیگه مدون شده باشه، همه از اون پیروی بکنن. اون قاضی هم وقتی چیز میکنه میگه گردن من ساقطه، من بر اساس قانون نوشتم، قانون گفت، منم قانون منم نوشتم. خب حالا البته بگذاریم، همین قانون هم اون نمایندگان مجلس میرن میشینه مینویسن که همین مردم فرستادنشون تو مجلس، بعد همونها بر میگردن میگن که حکم اعدام اینها تظاهر کننده ها و معترضین رو صادر کنه. خب این نشد کار که، دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره همین بسط نمیشه. پس با همه روشنفکرا و همه مجموعه، حالا جمع خود ما که دیگه اصلا میشه کسی از عرفان صحبت بکنه و طالب این بردگی باشه و طالب حقوق بشر نباشه؟ مگه میشه؟ اگر کسی هست اشتباه اومده، خب اشتباه فهمیده، اشتباه اومده. من دلم میسوزه که پیش ما عمرش رو تلف نکنه، بره به دنبال کار خودش. خب اشتباه اومده، عرفان نمیتونه ناقض حقوق بشر باشه، عرفان نمیتونه طالب بردگی انسانها باشه. به خصوص که دیگه عرفان حلقه با مواضع روشن که دیگه خود ما هم که خود من هم بحث موضوع تعریف جدا در یک دهه درگیر و ویران و بیسار و افشاگری و شکایت و مسائل مختلف و همه اینها که دیگه نشون دادیم که مبارزه جز لاینفک زندگی هر کسی هست. به طور کلی هر کی نیست مصلحت طلب و عافیت طلبه و یا زینفه
خب نفی داره براش. خب وگرنه این وظیفه عمومیه. حالا دیگه ما هم که دیگه تو عرفان که دیگه بحثش از هم به طور کلی مجزا، اما به نام عرفان حرفی غیر از این به اصطلاح اگر شنیده بشه یعنی از چارچوب خارج شد، با این دلیل و منطق. البته بحث اگر هم دیکتاتوریه، دیکتاتوری تو این چارچوبه، دیکتاتوری خوبه، دیکتاتوری تعریف شده است، دیکتاتوری به نفع ملته. خب و سلام همین، و غیر از این نیست. بی خودی خودمونو چیز نکنیم، سردرگم نکنیم، و باید تکلیف خودمونو با خودمون روشن کنیم که ما کدوم سمتی هستیم. ما دنبال منافع خودمونیم، دنبال منافع ملتیم، دنبال هر دوی اونها هستیم، یا اینکه به یه نحو زینفیم و میخوایم به یه سمت و سوهای بریم، یا ناآگاهیم. اگه ناآگاهیم فرصت فکر کردن هست، بریم فکر کنیم. مول خب صحبت و گفتن زیاده. و باز هم در این مورد در آینده بر حسب ضرورت من خدمت میرستم و توضیحات با جزئیات بیشتری رو تقدیم میکنم، و در خصوص مسائل خود مجموعه هم از نقطه نظر آموزش ها اینها بازم در یه جلساتی میام و توضیح خدمتتون میدم. در اینجا بازم ضمن تاکید بر اینکه ارتباط عام رو فراموش نکنید و باز توصیه میکنم به همه عزیزان از اون کلاس بی کلاسی استفاده بکنید. توصیه رو میکنم، تجربهش متفاوته و در این که دیگه ماها داریم کار رو به دست خود هوشمندی هم میدیم و یواش یواش خود من که به سمت کناره این قضیه میرم و شما عزیزان هم به همچنین، منتها حالا به عنوان راهنما و به عنوان اینکه عزیزان دیگری رو راهنمایی بکنید و در فهم و درک درس ها بهشون کمک بکنید، که خب قطعا خداوند بهتون بهترین ها رو عطا بکنه و این موضوع رو عنوان قدمی در جهت کمال شما به صلاح به حساب بیاره و خودش از اون روزی آسمانی برسون. بنده که تا ماهای آینده این بخش دروس آکادمی طاهری رو هم تقدیم حضورتون میکنم، بعد از اون در یه لول بالاتری و به یه شکل و شمایل به صورت دیگری کار رو حالا یه خود جمع جورتر ادامه خواهم داد و این کلیتشه. حالا تا بعدا بیم و جزئیات شده، اما از این فرصت میخوام که شما مخصوصا مربیان عزیزمون این تجارب رو از دست ندن، و نه تنها تجارب برای خودشون بلکه برای شاگرداشون هم بخوان که اونها هم حتما در این تجربه وارد بشن و از اون
مزایا و اون محاسن که جز لطف و رحمت الهی چیزی نیست برخوردار باشن. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همیتون.